احتمالاً شنیدین که قیمت برق تو خارج از ایران خیلی گرونه و اروپا مخصوصاً که از جایی که قیمت برق کلاً نسبت به سایر جای دنیا خیلی گرون‌تره و آلمان گرون‌ترین برق دنیا رو آلمان داره و حالا من ویدیوهای قبلی نگاه کردین یا نه 40 سنت پر کیلووات ساعت که حتی میشه چیزی حدود 3.5 برابر جایی مثل آمریکا که 12 سنته و خیلی خیلی قیمت برق تو آلمان گرونه. اما تو این ویدیو میخوام بگم که این 40 سنت اصلا یعنی چی؟ حالا پر کیلووات ساعت اصلا یعنی چی؟ چقدر کش باید پرداخت کنیم؟ خب الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تابستونه، وسط تابستونیم، اواخر تیر ماه و هوا خیلی گرمه و همون جوری که احتمالاً بدونین و شنیده باشین اینجا خونه ها کولر نداره و بعضی روزا خیلی گرم میشه. توی یکی از ویدیوهای قبلی که بچه‌ها کامنت گذاشته بود که آقا اینا که تو میگی و ما میدونیم، خودمون اونجا آشنا داریم، فامیل داریم، اینا رو شنیدیم، نمیخواد تو اینا رو بگی. هیچ دیگه کرکره کانال رو بکشیم پایین چون احتمالاً همه اینا که من میگم همتون شنیدین و هیچ جذابیتی نداره واسهتون. کامنت بذاریم بهم بگین که واقعاً این موضوع واسهتون جذاب هستش یا نه. بریم اما سر داستان اصلیمون. دارم میرم الان یه کولر بخرم، یه وسیله سرمایشی بخرم برای خونه چون بعضی روزا دیگه به شدت گرم میشه و نمیشه تحملش کرد. و حالا نمیدونم چرا اینجا خونه ها کولر ندارن. خب البته یکی از دلایلش اینه که اینجا خب کشور سردسیریه و فصل گرما خیلی کمه و خیلی نیاز به کولر و اینجور چیزا نمیشه. اینا مال 20 سال پیشه، یعنی این حرفا مال 20 سال پیشه. الان بر اثر اتفاقاتی که داره میفته تو دنیا هوا گرمتر شده و اینجا تابستوناش اصلا دیگه جوری نیستش که بشه بدون کولر تحمل که. البته با ایران و جاها مثلا اون سمت اصلا قابل مقایسه نیست. فصل گرما واقعا کوتاهه و مثلا در حد یه ماه شاید خیلی هوا گرم باشه، نهایت دو ماه که مثلا نیاز باشه به یک وسیله سرمایش مثل ایران 4-5-6 ماه قطعا نیاز نیستش. اما بریم کولر بگیریم، هم یه سر قیمت ها رو بهتون نشون بدم که اصلا اینجا یه وسیله سرمایشی حالا پنکه یا مثلا این کولرایی که حالا چون هم باد خنک میده اینجور چیزها رو قیمتش رو هم ببینیم و ببینیم که کدومو میگیریم. یه دونه بگیریم برای خونه بعد بیاریم که دیگه هوا خیلی داغ میشه. خب دارم میرم یه وسیله برقی فروشی به نام مدیا مارک که نزدیکه، خیلی نزدیکه، برای همین دارم اونجا برم مدلای مختلف رو هم بهتون نشون بدم، هم قیمتا رو نشون بدم و هم مصرف برقش رو بهتون نشون بدم. بریم مدلا رو با هم دیگه ببینیم و بعد بیایم بیرون و بعد حالا ببینیم کدومو میگیریم و بعد بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. بریم ادامه این ویدیو رو با هم ببینیم. خب تو مسیرم که داشتم میرفتم به سمت حالا همین لوازم برقی فروشونه یه چیز جالب دیدم، گفتم اینو بهتون نشون بدم بعدش حالا بریم سراغ همون داستان اصلیمون. این کلبه ها رو میبینیم پشت سر من، حالا الان با دوربین پشتشون میدم شاید بهتر معلوم بشه. خب این کلبه هایی که اینجاست الان یه دونه هم اینجا هستش، ما انتهای یه کوچه هستیم. خب یه سری کلبه اینجاست، اینا چیه داستانه؟ اینا رو هم واسهتون یه چند تا ماشین هم اینجا پارکه، حالا بیشتر هم هست اون جلو بیشتر دارم میرم نشونتون بدم. اینا یه سری کلبه هاییه یا مثلا یه سری جای فضای سبزی که حالا یه سویتور هم توشه که برای آخر هفته ها، امروز شنبه است دارم ویدیو ضبط میکنم، آخر هفته ها معمولا ملت میان اینجا اینا رو اجاره میکنن و مثلا حالا یه روز مهمونی میگیرن، پارتی میگیرن با دوست و رفیق و آشنا و اینجور چیزا. همونجوری که احتمالاً بدونین اینجا خونه ها خیلی کوچیکه و نمیشه توش مهمونی گرفته و مثلا اینجور مراسم رو توی خود خونه برگزار کرد. برای همین یه سری جاها مثل اینجاها وجود داره که شما میتونین اجاره کنین و آخر هفته های خود را اینجا رو سفری کنین. چقدر زیادن، همینجوری همشون هم شبیه همن. تا اون انتها این بر 5-6 تا هست، این بر هم چند تا هستش که معمولا شنبه یک شنبه ها خیلی شلوغه. اومد
الان تقریبا کارامون تموم شد، خرید تموم شد، اومدیم بیرون از مدیا مارکت. اینجا لب خیابونم الان، برای همین خیلی ماشین رد میشه. برم یه جایی که یکم خلوت‌تر باشه، حتی الان هیچ ماشین ردش، بریم یه جایی که یکم خلوت‌تر باشه، بشه درست حسابی گرفت با یه صدای خوب یکم راجع به داستان توضیح بدم. خب الان اومدم اینجا یکم آروم‌تر و خلوت‌تر و امیدوارم صدا الان بهتر بیفته و ادامه ویدیو رو با هم دیگه ضبط کنیم. خب همونجوری که اگه دقت کرده بوده باشین، کلا دو تا کاتگوری مختلف وجود داشت برای این وسایل سرمایشی که اونجا بودن. اولیش اون بحث چیلرها و ایرکاندیشنرها بودن که یه جورایی مثل این پکیجایی که تو خونه داریم، مثلا این کولرایی که داریم، کولر گازیا مثلا اونا میمونه و باد خنک تولید میکنه و هم فقط هوا رو نمیچرخونه. سری دومش هم که تقریبا پنکه ها بودن که توی ردیف همه رو کنار هم گذاشته بودن، اینا هیچ هوای خونکی تولید نمیکردن، فقط هوا رو میچرخونن، میدونی، مثل پنکه های معمولی. حالا یه سریاش استوانه ای بود، یه سری هم پنکه های معمولی بود. قیمتاش اگه دقت کرده باشیم، پنکه ها حالا مثلا اونایی که یک ذره خوب بودن تو رنج بین 100 تا 120 تا بودن، حالا 20 تاییش هم داشون کوچولو موچولو، ولی حدودا 120 تا بودن و اون ایر کاندیشنر ها حدودا بین 500 تا 600 بودن. حالا 200 یورویش هم داشت، ولی مثلا یه برندی که نسبتاً شناخته شده باشه در حد 500 یورو 600 یورو بودش. این قیمت اولیه‌هاش بود که خب به نظر من، حداقل من اگه قرار باشه بخرم، حتما یه دونه از این چیلرها می‌خرم، این ایر کاندیشنر رو، به خاطر اینکه خب یه بار قراره بخری و سالها ازش استفاده کنی و قیمتش هم اونقدر به نظرم فرق نمی‌کرد. یعنی مثلا شما حساب کن اگه قرار باشه یه دونه این کولرها بخری 5 میلیون و یه پنکه بخری 1 میلیون، خب کدومشو می‌خری؟ یعنی خیلی به نظرم فرق خیلی زیادی با هم نداشتن و قطعاً به نظرم اون ایر کاندیشنر بیشتر می‌صرفی. اما داستان اصلا این نیستش، یعنی داستان بحث پول اولیه‌اش نیست. داستان اتفاقا مهمترین بخششون برای مصرف برق بود. که اگه دقت کرده بوده باشین، کولرها یه چیزی تو مایه های 2.7 کیلووات، بعضیش 3.3 کیلووات، یعنی میانگین بگیریم 3 کیلووات که میشه 3000 وات مصرفشون بود و همون پنکه ها 70 وات مصرفشون بود. یعنی اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن، تقریبا 30 برابر بیشتر، 40-50 برابر پنکه ها اونا مصرف برق داشتن. خب حتی طبیعی هم هستش و این خیلی نکته، این خیلی چیز مهمیه که حالا اصلا ببینیم این مصرف برق زیاد یعنی چی و چقدر پولش میشه و چرا باید اصلا به این دقت کنیم. خب شما حساب کنید ما میانگین بگیریم 3 کیلووات یعنی 3000 وات پاور اینا بودش، یعنی پاور این کولرها بودش. شما اگه به صورت میانگین 3 ساعت در روز از این وسیله استفاده کنین که خیلی عدد زیادی نیست، یه ذره فکر کنین این کولر گازیاتونو چند ساعت در روز روشنش میکنین، 3 ساعت اگه به صورت میانگین در نظر بگیریم که ما اینو روشن میکنیم، یعنی در روز 3 ضرب در 3 کیلووات میشه 9 کیلووات ساعت ما برق مصرف میکنیم در روز. 9 کیلووات ساعت توی ماه اگه حساب کنیم میشه 30 روز ضرب در این 9 تا، 3 9 تا میشه 270 کیلووات ساعت. حالا این بغل سعی میکنم بنویسم، اگه بشه 270 کیلووات ساعت در ماه میشه مصرف برق این پنکه ها. پولش چقدر میشه؟ اگه کیلووات ساعتی 40 سنت هم حساب کنیم، پولش میشه 108 یورو در ماه. یعنی فقط پول برق این وسیله میشه 108 یورو در ماه، فقط این وسیله ها. یعنی مثلا اونورم 80 90 تا همینجوری پول برق نرماله، این میاد رو اون 110 تا، چون پولش اندازه پنکه است. یعنی مثلا شما فکر کن وسیله رو داری میخری 500 یورو 110 یورو پول برقش، فکر کن مثلا یه کولر گازی میخری مثلا 20 میلیون، بعد ماهی 5 میلیون مثلا پول برقشه. خب اینه اون داستانی که باعث میشه که شما فکر کنی که پنکه رو بخرم یا اونو بخرم، اینه داستان. خب بچه‌ها اگه تا همینجای ویدیو رو دوست داشتین، لطفا حتما لایک کنین و کامنت بذارین و شیر کنین این ویدیو رو، یه ذره حمایت کنین از این کانال تا یه ذره جون بگیره و بعد از مدت ها که من دوباره دارم ویدیو میذارم یه حمایت خوبی انجام بشه. اما این پول برق، این پول برق 110 یورو در ماهی فقط به خاطر یه دونه کولر، تو همه چیزهای دیگه هست و این باعث میشه که شما وقتی میخواین برین خرید کنین، علاوه بر این که به قیمتش نگاه میکنین، به مصرف برقش هم نگاه کنین. این موضوع باعث میشه که شرکت ها همش با هم در جنگ و رقابت باشن تا بتونن این مصرف برق رو بیارن پایین. وقتی مصرف برق رو میارن پایین، میدونن که مردم توجه میکنن و وسیله اونا رو بیشتر میخرن و این جنگ و این رقابت باعث میشه که کلی آدم تحقیقاتشون رو شروع کنن و این چرخه وقتی درست به چرخه باعث میشه که پیشرفت اتفاق بیفته و این قیمت برق باعث میشه که میگم کلی شرکت های چم استارتاپ به وجود بیان که کلا کارشون مهندسیه و ساختن قطعاتیه که خب مصرف برق رو میارن پایین. خیلی خیلی از این شرکت ها اینجا زیاد داریم و اصلا یکی از چیزهای دیگه که باعث میشه اینجا
مردم پنل دوست داشته باشن بزنن و این پنل زدن باعث حفظ محیط زیست میشه و هزار تا این وقتی میگم این چرخه درست بشه همه چی رو با خودش درست درگیر میکنه و اینجا مردم پنل میزنن که این برق عجیب غریبه مثلا فقط به خاطر یه کولر 110 یورو یه بخشیش از این پنلا در بیاد و بتونن از اینا استفاده کنن. یه چیز جالب بهتون نشون بدم اینجا پشت من نگاه کنی چیکار دارم میکنن. بذار با دوربین پشت نشون بدم که یه ذره زوم کنم. اینجا دوستانمون از هندوستان یا احتمالاً پاکستان دارن کریکت بازی میکنن. تا حالا نزدیک ندیده بودم. یه چیز خیلی کوچیک راجع به این بگم، یکی از کلا اینجا دوست هندی خب زیاد داشتم، اما یکیشون که الان ما هم همکاریم اصلا گفت کریکت خیلی خیلی محبوبه تو هند. یعنی گفت اصلا ما تو کوچه های باری که مثلا 5 نفر 2 3 نفر حتی آدم باشن ما هم کریکت بازی میکنیم. من گفتم این زمین بزرگ نمیخوای توپو میندازی اون میزنه که اصلا تو کوچه کوچیک چجوری بازی میکنیم. گفت حالا یه سری روش هست که بازی میکنیم. گفت کریکت برای ما مثل فوتبال میمونه مثلا برای بقیه جاهای دنیا که مثلا چون برای ما مثلا 2-2 بازی میکردیم اینا همون کارو با کریکت میکنن. آره حالا خیلی رفته بحثمون نداشت ولی چون دیدمش گفتم اینم بهتون بگم جالب بودش. آره خلاصه که اینجوری میشه که قیمت برق باعث میشه که شما کلی تسلیم در زندگیتون بگیرین و یه سری چیزهای جدید مثلا اختراع میشه حتی به خاطر این قیمت برق. مثلا میدونین که اینجا گازهاشون برقیه، یعنی اون اجاقی که باهاش غذا رو میپزیم برقیه، با برق یه المنتای روشن میشه که احتمالاً دیده باشین تو ویدیوهایی که بچهای دیگه گذاشتن یا حتی خودم هم نمیدونم گذاشتم یا نه، ولی یه سری المنت ها روشن میشه که داغ میشه و اون ظرف غذای شما رو گرم میکنه و حالا مثلا غذاتون میپزین. یه سری گازهای جدید اومده شاید تو 2-3 سال اخیر که بهش میگن اینداکشن. اینا دیگه المنتی نیست، یه چیزی مثل آهنربا میمونه، مغناطیسیه. یه سری قابلمه های مخصوصی هم داره، یعنی قابلمه تون هم باید اینداکشن باشه که بزنینش رو گاز اینداکشن، بعد این فقط زیر قابلمه رو با نیروی مغناطیسی گرم میکنه و مصرف برقش خیلی 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 پایین تر از این گازهای المنتیه که المنت رو روشن میکنن. و مثلا بعد اینکه غذاتون رو میپزید دستتون رو بذارین رو گاز اصلا داغ نیست، یعنی فقط زیر قابلمه است که انرژی رو گرفته و هیچ هدر رفت انرژی دیگه نداریم. و میگم خب اینا چون برق انقدر گرونه کلی از این چیزهای جدید هی میادش. خلاصه خواستم یه دیده بهتری بهتون بدم که اینقدر میگیم برق گرونه برق گرونه چقدر پولشه، یعنی چقدر کش باید بدیم و چقدر تاثیر میذاره رو نحوه زندگی شما و تصمیم گیریایی که داریم برای خرید جنسا. اینم از این ویدیو، امیدوارم دوست داشته بوده باشین. لایک ویدیو فراموش نشه، تا ویدیوی دیگه ارادت، خدا نگهدار.